با چشمای خودم دیدم تو خیبر نشست وسط جاده، آرپیجی رو گذاشت روی دوشش، با تانگه دوئل بازی کنه، ببینه تانگه زودتر میزنه یا ای زودتر میزنه. ای خیلی جیگر میخواد. از اینا چند تا آماده کردیم برای امام زمان. از خاکریز اومد بالا، این صحنه رو توی تلویزیون دیدید، از خاکریز اومد بالا، آرپیجی رو گذاشت، دوید به سمت تانگه، این نشست بزنه تانگه رو، تانگه زودتر اینو زد. ها اینا خیلی جیگر میخواد. ها کسانی که قرار خودشونو برای رزمندگی امام زمان آماده کنن، تیر مستقیم میاد قناسه میخوره به پیشانی نفر جلویی، نفر پشتری نباید پاش بلرزه. من با چشای خودم دیدم تو عملیات خیبر، آرپیجی رو گذاشت رو دوشش، دوید به سمت تانگه، نشست شلیک کرد دوئل. بعد شلیک یهو دید آرپیجی رو برعکس گذاشته رو دوشش، خیلی جیگر میخواد. برگشت نگاه کرد دید همه یه نفرات خودی یه گردان آشولاش افتادن. شما حسابشو بکن، اون آرپیجیه که با این خودی ها این کارو کرد، ببین با دشمن چی کار کرده. با خیلی جیگر میخواد. باز جیگرکی کار کرده باشی که بدونی آقا جون. آقا برای پیشبرد خط ولایت باید آماده باشیم، باید جیگر داشته باشیم. این هوا ها تو عملیات ولفجر 4 نفر بود با دیدبان دشمن بای بای میکرد و با قناسه طرف گذاشت وسط پیشونیش، تو نباید پادشل بشه. سلاحت باید همیشه آماده باشه. بسیجی بود، برای چک مسیر خروج گلوله اینجوری چششو گذاشت رو لوله، شلیک کرد که ببینه لوله سلاحش آماده است یا نه. این خیلی جیگر میخواد. شیمیایی زده بودیم، طرف ماسکشو سوراخ کرد تا بتونه راحت تر نفس بکشه، ریش نیم رو شد. این خیلی ریه میخواد. میخوام احساسات بسیجی رو بهت بگم. تو میدون مین دنبال یه پروانه افتاد برای کلکسیون مقام عظما. وا 16 تا مین در جا ترکید، اینقدر اینقدرش موند. وا الان همون اینقدر اینقدریاش تو کلکسیون مقام عظما. کلکسیون میخواد. نباید پادشل شه. ما اینا رو میخوایم. 313 تا مدیر میخوایم با حقوق، با مزایا، بیمه، ماشین، خونه، ویلا. شما فقط این تحریم محریما رو میبینید پاتون نلرزه. با 6 میلیون کشور تو دنیا هست، ما 200 تا مدیر میخوایم. مدیر میخوایم، جیگر میخوایم. ببخشید جیگر میخواد. داداش دوتا مخلوط دوتا خوشگوش نمیذار تنگ این جیگرا، با نون اضافه آخر شبی بزنیم. پات نلرزه ها، جیگرا، خوشگوش ها، مخلوط ها. نونم داخل که بخوریم.